دوین جانسون، متولد دوم می 1972 در کالیفرنیا، بازیگر و کشتیگیر، یه گولاخ به تمام معنا. فارغ التحصیل لیسانس در مطالعات عمومی در جرم شناسی و فیزیولوژی از دانشگاه میامی در سال 1995. به جز بازیگری، ورزشکار حرفه‌ای کشتی‌کج و تهیه کننده هم هست. کلن یه ترکیبی از یک هیولای همه فن حریف و با سواد. جانسون متولد هیوارد، ایالات کالیفرنیا در امریکاست. پدرش راکی جانسون، پدر بزرگش پیتر ماتیونا و مادر بزرگش لیا مایویا، هر ستاشون ماشالله از کشتیگیران کج مشهور زمان خودشون بودن. جانسون لقب راک به معنی صخره رو از نام پدرش گرفته. اینم برای یک مثالی که میخواستیم بزنیم. راک، برنامه رو فهمیدی تا الان؟ دوین یا دوین جانسون، متولد دوم می 1972. ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید، کامنت بذارید، ببینید چه برنامه هایی میذاریم. جانسون، شروع کار با ورزش. فعالیت خودش رو با کشتی گرفتن و بازی در راگبی شروع کرد. خیلی زود با راگبی به شهرت رسید و عضو تیم دانشگاه شد. اما آسیب دیدگی پشت سر هم مانع از ادامه کارش در این رشته شد و در سن 23 سالگی از این رشته خداحافظی کرد. بعد از انصراف از ادامه بازی در تیم راگبی، در 24 سالگی وارد دنیای کشتی کج شد و از همان سال اول با قهرمانی های پی در پی به شهرت عجیبی دست پیدا کرد. و اما ورود به بازیگری. بازیگری رو که ترکونده با اون هیبتش. اولین بار در سال 1992 وارد دنیای بازیگری شد. سپس در یک مستند برای پدر بزرگش هم بازی کرد. اما به صورت حرفه‌ای در سال 2001 در فیلم بازگشت مومیایی در نقش عقرب شاه بازی کرد. اون برای بازی در این فیلم 5.5 میلیون دلار دستمزد گرفت. ضبدر 30 خورده‌ای الان بکنی. که رکورد بالاترین دستمزد برای اولین فیلم در دنیا بود که در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده. اصلا کلن آدم از همه چی شانس بیاره. توی برنامه گفتن که درمه جکی چان بود، گفتن که اینا همش از زمین خاکی و بدبختی و اینا شروع کردن، میلیون دلاری درآمدشون، ما چرا نیستیم آخه؟ واقعا و اما درباره شهرتش بهتون بگم. شروع شهرت اون با فیلم های هرکول، گارد ساحلی خیلی خوب بود، سری فیلم های سلی و خشن یا همون فستن فیرست، اون گارد ساحلی هم بیواش بود. به اوج خودش رسید تا در سال 2016 با رقم 64.5 میلیون دلار دستمزد گرانترین بازیگر جهان رو بگیره. راک در سال 1997 با هم دانشگاهی خودش دانی گارسیا ازدواج کرد و دخترشان سیمونه در سال 2001 به دنیا آمد. این زوج در سال 2007 اعلام کردن به صورت توافقی از هم جدا میشن. قبل از طلاق در سال 2006 ایشون یه زیرابی ریزم رفته. با لورن هاشینی، دختر سینا هاشینی، موسیقیدان برجسته آمریکایی آشنا شد. بعد از طلاق از همسر اولم رفت دوباره با اون ازدواج کرد. این زوج در سال 2015 صاحب یه دختر به نام یاسمین شدن. فرزند دوم اونها در سال 2018 باز هم یه دختر به نام جیا بود. به این ترتیب راک از هر دو ازدواج خودش 3 تا فرزند دختر داره. از محبوبیتش تو اینستاگرام براتون بگم. شهرت و محبوبیت راک اون رو در اینستاگرام به 100 خورده‌ای میلیون فالوور رسونده. در سال 2016 توسط تایم جزء 100 نفر بانفوذ در جهان نام گرفت و در سال 2015 مجله ازاله اونو مرد قرن اسمشو گذاشت. دمش گرم.
رکورد گینس هم با هواداران هم شکونده. راک رابطه بسیار خوبی با طرفدارش داره. میزان سلفی او با مردم باعث شده در کتاب گینس صاحب یه رکورد بشه. اون در خلال اکران فیلم سن اندریس در 3 دقیقه بیش از 105 سلفی با طرفداراش گرفت. اینجوریه سلفی بگیرید. بله، اینقدر هواداراش باهاش سلفی گرفتن که به سرش زد که بره ریاست جمهوری امریکا، بگه من میخوام رئیس جمهور شم. راک در سال 2016 اعلام کرد نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا تو سال 2024 خواهد شد. به همین خاطر سازمانی تحت عنوان راک رو پیش برد، اونم تو سال 2020 تأسیس کردش و با کمیسیون انتخابات فدرال همکاری کرد. راک در سال 2006 مؤسسه خیریه خودش به نام دوین جانسون رو تأسیس کرد که هدف اون حمایت از کودکان و بیمارانیه که نمیتونن کار بکنن. دمش گرم، دستش تو خیرم هست، کمک میکنه. این همه پول داره، کمکی هم میکنه. و اما جونم براتون بگه از افتخارات در کشتی کج براتون بگم که ایشون داشته، با وجود اینکه در سال 2004 رسماً در کشتی کش اعلام بازنشستگی کرد، اما با این همه گهگاهی در رینگ حاضر میشه و یک کشتی ریز میگیره. محبوب ترین کشتیگیر در سالهای 1999 و 2000 بوده، کشتیگیر سال 2000 شده، تالار مشاهیر WWE رو در سال 2007 داشته، پیشرفته ترین کشتیگیر سال 1998 هم بوده، کاریزماتیک ترین کشتیگیر سالهای 1999، 2002، 2011، 2012 هم تشریف داشتن. ایشون برنده اسلمی ایوارد هم بودن، اونم 9 بار، و قهرمانی WWE در جهان 10 بار و و و خیلی کار دیگه کرده. یک قول برره عجیب و غریب و پولدار. مرسی که تا انتهای این برنامه با ما بودید. لطفا نظراتتون رو برای ما تو کامنت بنویسید، تو رو خدا لایک کنید و حتما ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. تا دیدار دیگر، شب و روزگارتون خوش.